با سلام و وقت بخیر شما بیننده مجموعه خبری امروز یک شنبه پنجم سمرله 1402 خورشیدی از خام پرس هستید در ادامه وضعی سلسله محدودیت ها برای زنان و دختران در افغانستان سرپرست اداره امر به معروف امارت اسلامی این بار رفتن بانوان و با پارک ملی بند امیر بامیان را نیز منع کرده است محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در نشست خبری در بامیان گفته که زنان در دو سال گذشته حجاب را رعایت نکردند لذا از این پس نمیتوانند در بند امیر بروند حنفی از نیروهای امنیتی امارت اسلامی و باشندگان بامیان خواست تا در اجرای این ممنیت همکاری کنند سرپرست امر به معروف امارت اسلامی افزود که سیاحت نه فرض است و نه واجب و تا زمانی که یک اصول ساخته شود زنان نمی توانند در بند امیر حضور یابند گفتنی است که امارت اسلامی سال گذشته با صدور فرمان زنان را از رفتن به پارک ها منع کرد و بند امیر یکی از محدود مکان های تفریح کشور بود که زنان تاکنون می توانستند با خانواده هایشان در آنجا به تفریح بروند امارات اسلامی ادعای شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه به افزایش توانمندی دایش در افغانستان را بی اساس خوانده و کرده است شورای امنیت سازمان ملل به روز جمعه نشستی را با محوریت فعالیت گروه دایش در جهان و ویژه در افغانستان و عراق برگزار کرد شورای امنیت در این نشست از دستیابی دایش خراسان به سلاح و مهمات در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ظرفیت عملیاتی این گروه در حال افزایش است زبی الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی شن شب با نشر اعلامیه ضمن رد این ادعا گفته که نیروهای امنیتی امارت اسلامی در دو سال گذشته صدها عملیات مستقل را برزده ضد اصله غیرقانونی و دایش انجام داده است او افزود که در نتیجه عملیات دو سال گذشته هم اصله و مهمات به دست آمده و هم توانایی عملیاتی دایش از بین رفته است سخنگوی امارت اسلامی این گونه اظهارات را عامل روحیه دهی به و دامن زدن به بیثباتی در منطقه عنوان کرده مجاهد افزوده که طرح اتهام مبنی چگونگی حضور داعش در حالی که ثبوتی در این زمینه نیز وجود ندارد حیثیت سازمان ملل را زیر سوال میبرد دو سالگی خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده است از میان آمریکایی به ویژه سربازان این کشور که در جریان عملیات تخلیه از افغانستان در حمله انتحاری در میدان هوایی کابل کشته شدند قدردانی کرده است رئیس جمهور آمریکا به روز شنبه در اعلامیه‌ای که از سوی قصر سفید نشر شده گفته که یاد این سربازان که خیلی زود از خانواده و عزیزانشان جدا شدن را برای همیشه گرامی می‌دارند در حمله انتحاری داعش در جریان روند تخلیه در میدان هوای کابل نزدیک به 170 تن شهروندان افغانستان جان باختند در جریان 20 سال گذشته 24061 نظامی امریکایی در جنگ افغانستان کشته و بیش از 20,000 هزار نظامی دیگر زخمی شدن. رئیس جمهور امریکا گفته که هرگز نمیتواند فداکاری نظامیان را که طی دو دهه جنگ در افغانستان کشته شده و یا زخمی شدن جبران کند گفتنی است که آخرین سربازی ایالات متحده به تاریخ 3 آگوست 2021 از افغانستان خارج شد وزارت خارجه امارات اسلامی از سفر حیات نمایندگان ایران به کابل و دیدار آنان با امیر خان متقی سرپرست این وزارت خبر داده است. وزارت خارجه حکومت سرپرست با نشر خبرنامه گفته است که جواد کریمی قدوسی ریاست این حیات هفت نفری ایران را به عهده داشته است. بر اساس خبرنامه سرپرست وزارت خارجه مراد اسلامی و نمایندگان ایران در این دیدار در رابطه به امنیت مبارزه با مواد مخدر جلوگیری از قاچاق محافظت سرحدات و تجارت به گونه مفصل صحبت کردند خان متقی سرپرست وزارت خارجه مراد اسلامی در این دیدار تاکید کرده که افغانستان بازار خوبی برای صنایع ایران است و برای استفاده بهینه از این فرصت ایجاد تسهیلات بیشتر در زمینه تجارت و ترانزیت الزامی است بر اساس خبرنامه وزارت خارجه امارت اسلامی نمایندگان ایران در این دیدار تاکید کردند که دو طرف باید در مورد جلوگیری از قاچاق مدیریت مشکلات سرحدی و جلوگیری از رفت آمد غیرمجاز و طور دوامدار و مشترک کار کنند هیئت ایرانی افزود که تهران آمده است تجارب خویش را در موارد مختلف به امارت اسلامی شریک کند در همین حال وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی از امیر عبداللهیان دعوت کرده که به کابل سفر کند وزارت خارجه ایران در پیامی در پلتفرم ایکس از گفتگوی تلفنی متقی و عبداللهیان خبر داده و گفته که سرپرست وزارت خارجه امارت در این گفتگو روابط کابل و تهران را مبنی بر همسایگی و برادری خوانده است یان در این تماس تلفنی به حضور گسترده مهاجرین افغانستان در ایران اشاره کرده و گفته است که تهران بر همکاری همه طرف ها در داخل افغانستان در راستای ثبات و امنیت و رفای مردم افغانستان تاکید دارد در همین حال امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در این تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران گفته که تلاشها برای حل برخی از مشکلات در جریان است سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان میگوید که هیچ کشوری نمیتواند با منظوی ساختن نصف شهروندان خود پیشرفت کند سفارت امریکا برای افغانستان که در قطر فعال است و روز شنبه در پست در پلتفرم اکس با مناسبت سال روز 19 تعدیل در قانون اساسی امریکا که از حق رای زنان حمایت می کند این موضوع را مطرح کرده است سفارت امریکا برای افغانستان افزوده که ایالات متحده در این روز تعهدات خود را برای حمایت از زنان افغانستان که برای مش شرکت کامل در زندگی تلاش می کند تکرار می کند این سفارت افزوده که حقوق زنان حقوق بشر است و هیچ کشوری نمی تواند با منظبی ساختن نصف شهروندان خود پیشرفت کند این بود خبرها ممنون از توجه شما